سرخط خبرها. اعتراض ایران به پرواز جنگنده آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نماز جمعه در آیا صوفیه بعد از 86 سال. نمازگزاران روی شمایل‌های مسیحی را پوشاندند. جنگ کنسولگری ها بین چین و آمریکا. پکن دستور به تعطیلی یک کنسولگری آمریکا داد. واشنگتن سه تبعی چین را دستگیر کرد. و خانه ای برای نویسنده خانه بدوش. نیوزیلند به بهروز بوچانی پناهندگی داد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. ایران میگوید تهدید هواپیمای مسافربری ماهان از سوی هواپیماهای جنگنده آمریکا هنگام پرواز بر فراز سوریه اقدامی تروریستی است و ایران به مجامع بین‌المللی شکایت خواهد کرد. آمریکا در مقابل گفته هواپیمای جنگنده F-15 این کشور دیروز عصر تنها به منظور شناسایی هواپیمای ماهان به حدود 1000 متری آن نزدیک شده بود که فاصله است امن و منطبق بر قوانین بین‌المللی. به گفته سازمان هواپیمای کشوری ایران، خلبان هواپیمای ایران بعد از نزدیک شدن جنگنده آمریکا برای پیشگیری از برخورد ارتفاعش را به سرعت کاهش داد که بر اثر آن چند نفر از مسافران هواپیما مجروح شدند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. داخل هواپیما هنگام پرواز کمی بعد از نزدیک شدن جنگنده آمریکایی، چند نفر از مسافران که کمربند صندلی‌هایشان را نبسته بودند به علت کاهش شدید و ناگهانی ارتفاع هواپیما سرشان به سقف خورد و مجروح شدند. چون یه هواپیمای بشکی همینجا نزدیک هواپیما شد و تعادل هواپیما بخند خود منم کلم خورد. یه جنگنده بود، یه هواپیما جنگنده قشنگ چشمیده بود به این هواپیما. یه هواپیما بالا پایین شدش و سر من خورد این بالا باسه صندلی من هم اینجا چیده هست. صندلی هم شده؟ دست من هم حتی اینجای خورد خط افتاده. بعد یه دست از سمت راست نگاه کردم، دیدم یه خلبان یه جنگنده داره اونجا رد میشه. یکی از خبرنگاران تلویزیون دولتی ایران هم جزو مسافران بود. پرواز 1152 هواپیمای ماهان از تهران به سمت بیروت بودیم که وقتی که در آسمان کشور سوریه بودیم یک جنگنده به هواپیمای حدود ماهان نزدیک شد و خلبان هواپیما به خاطر اینکه برخوردی با این جنگنده صورت نگیره ارتفاع پرواز رو به سرعت کاهش داد. همین باعث شد که تعدادی از مسافران این پرواز 1152 آسیب ببینم. پرواز 1152 ماهان بعد از ظهر دیروز از فرودگاه امام خمینی تهران به طرف بیروت پروازش را شروع کرد، در مسیری به طرف غرب از فراز عراق و بعد هم از فراز سوریه. بعد از ورود به حریم هوایی سوریه بود که هواپیما از روی منطقه تنف عبور کرد که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، جایی که جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان نزدیک شد. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا برای شناسایی این هواپیما و از فاصله حدود 1000 متری و این اطلاعیه فرماندهی مرکزی آمریکا از قول سخنگویان، امشب یک هواپیمای F-15 آمریکا در یک مأموریت عادی در حوزه عملیات مجموعه نیروهای ویژه مشترک و پادگان تنف در سوریه از فاصله امنی در حدود 1000 متری از یک هواپیمای مسافربری ماهان بازدید بصری کرد. این بررسی با هدف حصول اطمینان از امنیت نیروهای ائتلاف در پادگان تنف صورت گرفت و جنگنده F-15 بعد از اینکه این هواپیما را یک هواپیمای مسافربری ماهان شناسایی کرد از آن فاصله گرفت. این عملیات شناسایی حرفه‌ای و بر اساس قواعد بین‌المللی بود. من دانشجوی دانشگاه ملی لبنان هستم. پرواز دیروز ماهان به بیروت به گفته این مسافر اولین پرواز بعد از چند ماه توقف پروازها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود. بیشتر از نصف مسیر رو طی کرده بودیم، از حریم هوایی ایران خارج شدیم. مسافرین غذاشون رو خورده بودن، در حال استراحت بودن که یهو ما احساس کردیم که پرواز افتاد، یعنی هواپیما قشنگ افتاد، مثل افتادن اتوبوس توی دره.
با اینکه 5 ثانیه بیشتر طول نکشید، ولی همین افتادن باعث شد اونهایی که مسافرینی که کمربند نبسته بودن یا اون بچه هایی که تو بغل مادراشون بودن، اینها پرت شدن بالا و به سقف هواپیما برخورد کردن. این فیلمی از نزدیک شدن جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان از تلویزیون ایران. وزیر راه ایران گفت از این اقدام تهدید هواپیمای مسافربری بود و یک اقدام تروریستی. محمد سلامی گفته است که ایران به مجامع بین المللی شکایت میبرد. و وزیر خارجه ایران در توییتی با اشاره به آمریکایی ها نوشته جلوی این یاغی ها رو به قلو باید گرفت قبل از آن که به فاجعه برسند. واقعی دیشب که در آن خطر از سر نزدیک به 100 نفر مسافران هواپیمای پرواز ماهان به بیروت گذشت، دوباره نشان دهنده فضای رو به تنش بیشتر است بین ایران و آمریکا و مسیر برخوردی که دو کشور پیش گرفتند. کسرانجی، بی بی سی. و برای بررسی واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی همکارم پویا قربانی با ماست. پویا، بیشتر بهمون بگو که واکنش مردم چه بوده در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع. ناجی، اجازه خیلی کوتاه قبل از اینکه به واکنش در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم، به واکنش یه سری چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم. حسام الدین آشنا یکی از واکنش برانگیزترین توییت هاشو در مورد این موضوع انجام داده، گفته که کسی که جان رهبرانش رو دوست داره با جان مسافران ما بازی نمی‌کنه. توییتی که بسیاری تعبیر کردن که به یک تهدید به قتل رهبران آمریکا میتونه تلقی بشه. از اون طرف مثلا عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم در توییتی گفته بود که اقدام حقوقی که قطعا دولت ایران دنبالشه زمانبر خواهد بود، بنابراین ما اقدام متقابل هم باید انجام بدیم. اونطور که آقای کدخدایی گفتن، اردشیر مطهری نظامی پیشین و نماینده فعلی مجلس در توییتر باز هم اون هم گفته که منتظر انتقام سخت باشین، اما زمان و مکانش دست ایرانی هاست. این اتفاق باعث شده که موجی از واکنش هایی که عمدتاً خشمگینانه و تهدیدآمیز هستن از سوی مقامات ایران در شبکه‌های اجتماعی آغاز بشه، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بیکار نشستن. عده‌ای این رو بررسی کردن که در حقیقت بلیت فروشی این پرواز به چه صورت است، آیا بلیت فروشی عمومی داشته یا نه، یا پرواز چارتر بوده. گمانه‌زنی‌هایی در مورد اینکه این پرواز چطور انجام شده است، همونطور که در گزارش دیدیم که اون خانومی که خودش رو دانشجوی دانشگاه ملی لبنان معرفی میکرد گفته بود که این پرواز بعد از مدت‌ها به خاطر کرونا متوقف بوده و برای اولین بار از اون انجام شده. اما خب ما میدونیم که اتفاقا پروازهای ماهان یکی از دلایل گسترش کرونا در منطقه و به خاطر پروازهایی که به چین و منطقه داشت از سوی کارشناسان قلمداد میشه. در کنار این، اما کارشناسان همزمانی اون رو با بررسی جعبه سیاه هواپیمای 752، پرواز 752 اوکراین، همزمانیش باعث مقایسه هایی شده به نوع واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این اتفاق برای هواپیمای ماهان و ساقط کردن اون با پدافند سپاه. متشکرم از تو پویا قربانی. مقام‌های کانادایی گفتند بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین پنجشنبه شب به پایان رسیده. یوهنی هنین، معاون وزیر خارجه اوکراین، هم در حساب توییترش نوشته منتظر شروع اولین دور گفتگوها با طرف‌های ایرانی از هفته آینده است. هواپیمای اوکراین حدود 7 ماه پیش در آسمان تهران هدف موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و 176 سرنشین آن کشته شدند. ایران بعد از ماه‌ها تأخیر حدود 1 هفته پیش جعبه‌های سیاه این هواپیما را برای بازخوانی اطلاعاتشان به فرانسه فرستاد. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 215 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده و نزدیک به 2500 مبتلای جدید هم شناسایی شدند. از آغاز شیوع کرونا تا امروز بر اساس آمار رسمی ایران شمار قربانیان به 15289 نفر رسیده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 12 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند.
وزارت صحت افغانستان اعلام کرده با شناسایی 60 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد کل افرادی که به این ویروس مبتلا شدند به نزدیک 36,000 نفر رسیده. به گفته این وزارتخانه از زمان شیوع بیماری کووید 19 تا کنون 1225 نفر هم جان باختند. پیش بینی می شود آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در افغانستان بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد. شب گذشته در ولایت‌های قندهار و زابل درگیری‌های مرگباری بین جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی رخ داد. وزارت دفاع افغانستان گفته در حمله به گروه طالبان 24 جنگجوی این گروه کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی در ولایت قندهار هم گفتند این حمله با همکاری نیروی هوایی آمریکا و در پاسخ به حمله طالبان در ولسوالی معروف صورت گرفته. طالبان هنوز واکنش به این گروه نشان نداده. ساعت قبل از همکارم علی حسینی در کابل پرسیدم آیا مشخص است که این 600 زندانی طالبان چه جرایمی مرتکب شدند که دولت افغانستان از آنها از آزادی آنها خودداری می‌کند؟ اونطوری که دولت افغانستان میگه مسئله اصلی در رابطه با همین چیز حدود 600 زندانی طالبان موضوع حق العبدی است، یعنی به اتهام‌های اینا محکوم شدن که مثلا موضوعاتی مثل تروریسم حالا به گفته دولت افغانستان نیست. مشخصا حالا چه مسائلی مطرح میکنن؟ مثلا تجاوز جنسی، قتل، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر. میگن که این 600 نفر به این جرایم محکوم شدن و به همین خاطر است که آنها را نمیتونیم آزاد کنیم. اما میگن که طالبان میتونن یک لیست دیگه، یک فهرست دیگه ای برای ما بتن که یک 600 نفر دیگه و ما بتونیم این 600 نفر آزاد کنیم که بر اساس توافق نامه ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان همون 5,000 نفر را آزاد کنیم. اما گروه طالبان اصرارش بر این است که همون لیست و فهرستی را که از قبل به دولت افغانستان دادن باید بر اساس همون زندانی ها آزاد شن. به همین خاطر فعلا میشه گفت که برای آغاز مذاکرات بین افغانی یک بنبستی ظاهرا دیده میشه. و با این وضعیت آینده مذاکرات بین الافغانی که قرار بود به زودی آغاز بشه فکر میکنی که چه میشه؟ ببینید، دو موضوع در رابطه با آغاز مذاکرات بین الافغانی مطرح شده بود. یکی کاهش خشونت ها که به نظر میسه چندان توجهی نشده، یعنی به عنوان یک مانع اصلی به او دیدن نمیشه. یکی هم آزادی زندانی ها. حالا آزادی زندانی ها که به یک بنبست برخورده است، سه موضوع حداقل میشه متصور شد. یکی این که دولت افغانستان از موضع خودش کوتاه بیایه، مثل چند باری که در گذشته اتفاق افتاده، و این 600 زندانی دیگر هم بر اساس فهرست گروه طالبان آزاد کنه که خیلی سنگین برش تمام میشه. موضوع دومی است که طالبان از موضع خودشان کوتاه بیایه و 600 نفر دیگر را معرفی کنن و دولت افغانستان اونا را آزاد کنه که بشه 5,000 نفر دیگر. اگر این طور نشه به نظر میرسه که باید باز دوباره منتظر بمانیم که آمریکا چه تصمیم میگیره، چه پادرمیانی انجام میده، یا از طریق تشویق و یا از طریق فشار دو طرف را به یک راه حل بکشانه تا این موضوع بنبست تبادل زندانی و آزادی زندانی ها حل شود و مذاکرات بین افغانی آغاز شود. علی حسینی بود در کابل. برای نخستین بار پس از 86 سال در مسجد ایا صوفیه استانبول نماز جمعه برپا شد. جمعیت زیادی در این نماز جمعه شرکت کردند. این در حالی است که در سطح بین المللی اعتراض به تبدیل آن از موزه به مسجد همچنان ادامه دارد. ایا صوفیه کلیسایی حدود 1500 ساله است که پس از فتح قسطنطنیه به دست ترک ها به مسجد تبدیل شد. آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، ایا صوفیه را موزه کرد و هفته گذشته با لغو فرمان آتاتورک به حکم دادگاه این موزه دوباره مسجد شد. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. خیلی شتابان به سوی نماز جمعه تاریخی. نمازی که پدران و نیاکانشان رویایش را به گور بردند. این مرد آرزوی بدلمانده چند نسل را برآورده کرده. گرچه بیش از 17 سال است که یکی تاز بیچون و چرای عرصه قدرت در ترکیه است، اما برای برآورده کردن این آرزو گویی منتظر زمان مناسب بود. زمانی که در داخل همه رقبا را از میدان بدر کرده و در خارج بر همه آشکار کرده که ترکیه نیازی به غرب ندارد. آیا سوفیا چطوره؟
میخواهد برای غربی ها همان باشد که سلاطین عثمانی بودند. در قرنها جدال اسلام و مسیحیت صدها کلیسا مسجد و صدها مسجد کلیسا شدند، اما آیا صوفیا تافته جدا بافته است؟ کلیسایی که عمرش از عمر دین اسلام بیشتر است، نمادی بوده بر پیروزی اسلام، نمادی بوده بر برتری فاتحان ترک، بر اینکه پرچمداری اسلام تنها زیبنده آنان است. دین اسلام رکن جدایی ناپذیر ملیگرایی ترکی است. از همین روز که با وجود موج خشمی به پهنای گیتی، بیشتر مردم ترکیه از بازگشت نمازگزاران به آیا صوفیا به خود می‌بالند. اردوغان امروز خود را میراثدار برحق سلطان محمد فاتح و پرچمدار اسلام می‌داند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ایران پرواز جنگنده آمریکا در کنار هواپیمای مسافربری ماهان را تروریستی خوانده، اما آمریکا میگوید با فاصله ایمن عملیات شناسایی انجام داده. با وجود مخالفت‌های گسترده، اولین نماز جمعه بعد از 86 سال در آیا صوفیا خوانده شد. در ادامه برنامه، نیوزیلند درخواست پناهندگی بهروز بوچانی، نویسنده کرد ایرانی را پذیرفت. دولت چین در واکنش به بستن کنسولگریش در شهر هیوستون ایالت تگزاس در آمریکا، دستور تعطیلی کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو را صادر کرد. در ادامه تنش‌ها بین دو کشور، وزارت خارجه آمریکا چین را به سرقت حق مالکیت معنوی و اطلاعات خصوصی شهروندان آمریکا متهم کرده، اما چین گفته دولت آمریکا در حال و هوای جنگ سرد سیر می‌کند و این اتهامات را رد کرده است. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. China confirming overnight that the U.S. ordered it to close its Houston consulate. تقابل بین واشنگتن و پکن حالا مدت هاست که فراتر از جنگ تجاری رفته. تنش در روابط دیپلماتیک دو کشور حالا با بستن دو کنسولگری در دو کشور وارد دورانی جدید می شود. وزارت خارجه چین خواستار تعطیلی کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو در جنوب چین شده. دولت چین میگوید این پاسخ دیپلماتیک به اقدام آمریکا در تعطیل کردن کنسولگری چین در هیوستون تگزاس است. ما بار دیگر به دولت آمریکا توصیه میکنیم که از این کار اشتباه خود عقب نشینی کند. بعضی از کارمندان کنسولگری آمریکا در چنگدو در امور داخلی ما مداخله کردند. چین در این باره بارها هشدار داده بود و آمریکا از این موضوع به خوبی باخبر است. کنسولگری آمریکا در چنگدو یکی از 5 کنسولگری آمریکا در سرزمین اصلی چین است، اما به دلیل نزدیکی به منطقه خود مختار تبت اهمیتی استراتژیک دارد. ممکنه کنسولگری های دیگه چین رو هم ببندیم. ببینید، ما فکر کردیم آتش سوزی در کنسولگری هیوستون اتفاق افتاده. همه میگفتن آتش گرفته. حالا حدس میزنم داشتن اسناد و مدارکشون رو میسوزوندن. باید ببینیم داستان چی بوده. امریکا 2 روز پیش اعلام کرد که به خاطر حفاظت از اطلاعات این کشور، کنسولگری چین در هیوستون تگزاس باید تعطیل شود. این تصویر هم نیروی پلیس و آتش نشانی را بیرون کنسولگری چین در هیوستون نشان میدهد. به آنها گزارش شده بود که چینی‌ها در حال سوزاندن مدارک در داخل کنسولگری بودند. وزارت خارجه چین واشنگتن را متهم می‌کند که دوران فعلی را با دوران جنگ سرد اشتباه گرفته و این انتقادهای کم سابقه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از شیوه عملکرد حزب کمونیست چین. CCP regime is a Marxist-Leninist regime. General Secretary Xi Jinping. رژیم چین رژیمی مارکسیست لنینیستیه. شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین به این ایدئولوژی توتالیتر شکست خورده باور داره. این ایدئولوژی است که چین کمونیستی رو به سمت گسترش هژمونی در جهان سوق داده. آمریکا دیگه نمیتونه بر تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک این کشور با حزب کمونیست چین چشم ببنده. همونطور که این حزب حاضر به پذیرش تفاوت‌ها نشده. ما باید استراتژی رو پیش بگیریم که به نفع اقتصاد و شیوه زندگی ما باشه و جهان آزاد باید بر این حکومت ظلم پیروز شه.
امریکا اخیراً 3 شهروند چین را هم بازداشت کرده. افرادی که وزارت دادگستری امریکا میگوید در زمان گرفتن ویزا ارتباط خود با نهادهای نظامی چین را مخفی نگه داشته بودند. FBI حالا به دنبال نفر چهارمی هم هست که گفته می شود به کنسولگری چین در سان فرانسیسکو پناه برده. مدارکی مربوط به عضویت این فرد در ارتش چین به دست آمده. گفته می شود چین پروژه گسترده‌ای برای فرستادن مخفیانه کارشناسان نظامی به امریکا به راه انداخته. چین در واکنش امریکا را به دخالت در امور خود متهم می کند و هشدار می دهد اقدامات این کشور را تلافی خواهد کرد. پکن و واشنگتن مدت‌ها بود که این حد از تنش را تجربه نکرده بودند. شهروندان دو کشور حالا نگرانند. با این پرسش در ذهن که آیا جنگ سردی دیگر در راه است؟ شیدا هوشمندی، BBC. برای صحبت بیشتر در این باره آرام اسامی استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری از ایالت مریلند با ما هستن. آقای اسامی، بحث جنگ سرد رو که چین مطرح میکنه رو چقدر باید جدی گرفت؟ والا فقط چین نیست که جنگ سرد رو بحث جنگ سرد رو مطرح میکنه. نیویورک تایمز 3-4 روز پیش یه مقاله مفصل داشت و این گرایش به دو قطبی شدن جهان مدت هاست در راه، وقتی که چین به عنوان یک قدرت اقتصادی مسلم تبدیل شد. بنابراین فقط اونا نیستن، اما بحث این گفتگو یا بحث رو که آقای پامپیو مطرح میکنه راجع به ایدئولوژی، این بحث همونجوری که شما الان گفتید یه بحث کاملا قدیمیه، شاید از دهه 70 به این طرف کسی این چین رو به عنوان یک ایدئولوژیک، یک سیستم ایدئولوژیک کمونیستی مطرح نکرده باشه، ولی این جدیده و این واقعیه. یعنی این حالا جنگ سرد اسمش نداره، تنش‌های در حقیقت بسیار هدفمند بایستی من بگم وجود داره. اگر بگیم که این تنش ها خب به صورت دو قطبی جهان رو میخواد به سمت دو قطبی شدن بیشتر پیش ببره، چه کدام سمت رو بیشتر میتونیم مسئول بدونیم، چین رو یا آمریکا رو؟ بله، پرسش خوبیه. ببینید، یه سری مسائل هست که در حقیقت ما میگیم دائمی شده در رابطه ایران با چین. ببینید، آمریکا متهم میکنه به درستی که مثلا چین به intellectual property، در حقیقت مالکیت معنوی اجناس، اهمیت نمیده، حتی سرقت مالکیت معنوی. چین به طور مصنوعی واحد پولیش یوان رو پایین نگه میداره به خاطر که عدم توازن در حقیقت صادرات و واردات ایجاد کنه و آمریکا با اینم مسئله داره. مسئله دیگه هم هست که توی مثلا دریای جنوب چین مطرحه از نظر تریتوریال واتر، آبای بین المللی. اما مسئله ای که این رو تازه مطرح کرده، یعنی این تنش جدید، تحریمی است که آمریکا برای شاید بزرگترین شرکت تکنولوژی چین، هوانوی درست کرده. یعنی این مسئله، اون که میدونید که تکنولوژی نسل جدید اینترنت 5G رو در اروپا و در دنیا اینا در حقیقت رهبر این کار هستن و قراردادهای اونا رو با انگلیس و با اتحادیه اروپا به خاطر این تحریم‌ها تحت شعاع قرار داد و لغو کردن. این شاید یکی از بزرگترین مسائل تازه‌ای که در حقیقت روی میزه. بنابراین این مسئله و اتهام اونا هم هست که هوانوی در واقع امنیت ملی آمریکا رو به خطر میندازه به خاطر که همونجور که میدونید یه بحث چند یک ساله است. این تحریم رو چقدر میتونیم واقع بینانه ببینیم و تحلیل هایی که آمریکا میده و چقدر واقعا، چون به نظر میاد لحن چین داره عوض میشه و یک لحن تقریبا میشه گفت که توش یک قلدری وجود داره. ببینید، خب یک در حقیقت یک بازی سیاسی هم اینجا هست. نزدیک انتخابات، این ترامپ کرونا کووید 19 رو ویروس چینی اسم گذاشته و در حقیقت نزدیک انتخابات هم هست و دشمن تراشی میشه. چین هم به خاطر که جامعه سنتیه و از نظر دیپلماتیک اونا هم بالاخره مردمشون این تحریما خیلی سنگینه واسه اونا، حتی واسه چین هم سنگینه، بنابراین جبهه میگیرن. بنابراین اینم واقعیه، یعنی این تنش واقعیه. متشکرم از شما آرام اسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری از ایالت مریلند آمریکا. ممنون.
نیوزیلند درخواست پناهندگی بهروز بوچانی را پذیرفت. آقای بوچانی نویسنده کرد ایرانی است که به دلیل سیاست‌های سخت مهاجرت استرالیا 6 سال در اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس نگه داشته شد. او نویسنده کتاب هیچ دوستی جز کوهستان که برنده جوایز متعدد ادبی در استرالیا شد است و زمانی که برای سخنرانی در یک جشنواره ادبی به نیوزیلند سفر کرد همانجا درخواست پناهندگی کرد. گزارش در این زمینه ببینیم از همکارانمون در بخش شبکه‌های اجتماعی بی بی سی. این کتاب من میتونم بگم که باعث شده که جامعه فرهنگی استرالیا فهم عمیق‌تری پیدا کنه از این قضیه و من هیچ وقت ادعا نکردم که این کارها و این فعالیت‌ها میتونه باعث آزادی ما و آزادی ناگهانی ما بشه. هدف از این کتاب در واقع افشاگری این سیستم بوده و ما اون بعد خبریش هم باید اهمیت بدیم. هدف از این کتاب این بوده و ما نباید فراموش کنیم که در واقع زمینه اصلی این کتاب سیاست هست. ولی خب من مطمئن هستم و عمیقا اعتقاد دارم که این کتاب در نهایت و این فعالیت ها و این خلق کردن ها نهایتا میتونه بر روی گفتمان حاکم در فضای فرهنگی سیاسی استرالیا تأثیر بگذاره و به خاطر همین هست که من از مفهوم آزادی استفاده میکنم. البته اینجا آزادی من بیشتر مفهوم رهایی مد نظرم هست. و تازه‌ترین خبرها میتونید در وبسایت ما هم ببینید bbcpersian.com. برنامه های تلویزیون و رادیو رو میتونید در سایت فارسی بی بی سی ببینید و اطلاعات مربوط به برنامه ها و ساعت پخش رو میتونید از طریق سایت ما به دست بیارید. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.